گوشه خاوران که واژه‌اش از جهات اربعه، جهات چهارگانه، شمال، جنوب، خاور و باختر گرفته میشه، به معنی مشرقیان یا مشرق زمین میتونیم اون رو ترجمه کنیم. و این گوشه در موسیقی مقامی گذشته به عنوان زیرکش خاوران بوده که همراه با عراق از شعبات نشابورک یا نیشابورک به حساب می اومده و امروز هم اون حالت زیرکش یا زیرکشندگی رو داره و ما رو از ماهور که نوت دو باشه به طبقه بالاتری میاره، به سمت سل، به نوعی داره ماهور رو به زیر میکشه و از لحاظ طبقاتی در طبقه دلکش قرار میگیره. دلکش هم شاهدش نوت سل هست، ایست موقتش میتونه فا باشه، در خاوران هم ایست موقت روی فا صورت میگیره و نوت لا هم از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در خاوران میتونیم بگیم بعد از سل نوت لا اهمیت بسزایی داره، اما فواصل خاوران با دلکش متفاوتن. در خاوران ما فاصله تنینی داریم، در دلکش فاصله مجلل.